ادامه دعوت میکنم از جناب آقای دکتر کاوه مدنی، آقای دکتر معاون بین الملل نوآوری و مشارکت فرهنگی اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست کشور هستند. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. من تو برنامه ریزی نبودم، ولی عذرخواهی میکنم از همه دوستانی که معطل شدن و خیلی هم ناراحت و مکدرم از اینکه برنامه طبق زمان پیش نرفته، چون رو خیلی چیزای دیگه اثر میذاره. برای همینم به نظر من میخوام به جای مطلبی که میخواستم راجع بهش صحبت کنم رو میخوام عوض بکنم و از آنچه که اینجا امروز اتفاق افتاده استفاده بکنم برای اینکه بگم چرا ما فقط حرف میزنیم و هیچ کاری پیش نمیبریم. من چند ماه اومدم ایران بعد 14-15 سال که کمک کنم به کشورم برای اینکه یه اتفاق خوبی بیفته، یا اینکه یه توپ بزرگ یا یه صخره بزرگ محیط زیست داره میاد پایین و همه چی رو تخریب میکنه، شاید ما بتونیم یه ذره کندش کنیم یا اینکه برای چند وقت جلوش رو بگیریم. توی یه کشوری هستیم که ادعامون زیاده، حرفای قلم به سلم به زیاد میزنیم، مدعی هستیم همه چی رو میفهمیم و خیلی هم خوب تکرار میکنیم، یه سری عبارت ها رو میشنویم، توسعه پایدار، شهر هوشمند، نمیدونم آب مجازی، تفکیک پسماند، نمیدونم دوچرخه سواری، هر چی حرف خوب و خوشگل و فانتزی هست میزنیم. خانم پرسیدن که چرا تو کشور یه سری اتفاقات میفته؟ آیا به خاطر افراد بی سواده یا افراد بی ربطه یا افراد غیر مسئوله؟ همش میزان بی سوادی ما خیلی زیاده. لازم نیست که حتما رشتمون ادبیات باشه بیایم خطا بکنیم در زمینه محیط زیست تصمیم بگیریم. خیلی از افرادی که در زمینه محیط زیست اشتباه تصمیم میگیرن اتفاقا مدرک لیسانس و فوق لیسانس و دکترای محیط زیست دارن. خیلی از افرادی که ادبیات خواندن اتفاقا خیلی بهتر میفهمن و اگر تو در واقع میذاشتیمشون در مسند بعضی از امور حداقل کمتر مدعی بودن و سعی میکردن یاد بگیرند و انجام بدن. ما با یک پدیده مواجه هستیم که بیشتر از هر چیز در این کشور، این پدیده به نظر من اجتماعیه. یعنی من تو این چند ماهی که برگشتم حداقل این رو حس میکنم، هر کاری که میخوایم بکنیم مدعی میشیم که بودجه نیست، کار نمیشه کرد. من با مجموعه خودم رو مثال میزنم، مجموعه که من دارم باهاشون کار میکنم، اولین حرف من به اونایی بود که بودجه هست، حالا نیست، خیلی کمه، ولی خب شما میخواییم باهاش چی کار بکنیم، دنبال چی هستید، برنامه‌تون چیه؟ هممون رفتیم در یه لاکی که توپ رو بندازیم تو زمین دیگران و بگیم خب یه دلایلی وجود داره برای اینکه کار نمیشه، کار انجام نمیشه، انگیزه نیست، پول نمیدن، حقوقمون پایینه. همیشه برای پیدا کردن دلایل خیلی پیش قدم میشیم و همیشه در واقع منشأ و ریشه دلایل رو خارج از حوزه استحفاظی خودمون میدونیم. چرا قوانین نیست؟ چرا مردم تفکیک نمیکنن زباله رو؟ چرا ماشین میارن بیرون؟ چرا وزارت نفت نمیدونم کیفیت گازوئیل رو عوض نمیکنه؟ چرا خودروسازان همچنان از خودروهای داخلی حمایت میکنن؟ چرا این کارو میکنیم؟ چرا اون کارو میکنیم؟ اتفاقا ما در زمینه قوانین گفته شد قوانین وجود نداره. من ادعا میکنم قوانین ما خیلی هم خوبه. یعنی وقتی قوانینمون رو نگاه میکنیم، وقتی برنامه هامون رو نگاه میکنیم، وقتی دستورات و اسناد بالادستی رو نگاه میکنیم، خیلی اسناد خوبی داریم، خیلی حرفای قلم و سلمه و خوبی زده میشه. اما در اجرا هممون باور داریم که اجرا نمیشه. حالا ما این حرفا رو میزنیم، اتفاق نمیفته، این همه برنامه توسعه نوشتیم اجرا نکردیم، خب حالا که چی؟ حالا پنج سال دیگه هم میریم تو مجلس تصویب میکنیم قانون، آیین نامه، مصوبات دولت، همه اینها داره اتفاق میفته در همین کشور. چرا اجرا نمیکنیم؟ چون همه افرادی که مدیریت میکنن هم از همین جمعن مثل ما دیر اومدیم امروز اینجا، همه سخنرانامون بیشتر از 10 دقیقه حرف زدن، هر چی گفتیم آقا کوتاه کنیم، بر هر کدوم اومدیم بالا از جمله من احتمالا بیشتر از این حرف میزنیم، به هم دیگه احترام نمیذاریم،
اصلا پذیرفته بودیم که برنامه دیر شروع بشه. خانم گفتن که در همه برنامه ها این اتفاق میفته، برنامه می نویسیم اجرا نمی کنیم، اتفاقی هم نمیفته، چون باور کردیم که وضعیت همینه، چون باور کردیم که نمی توانیم، چون باور کردیم که چه کسی مسئول این اتفاق، یکی دیگه. این یک پدیده اجتماعی است. ما مدعی هستیم، ما فکر میکنیم توسعه رو فهمیدیم. توسعه یافتگی فقط این نیست که بیایم شهرمون رو هوشمند کنیم، پل بزنیم، نمیدونم زیر ساختامون رو عوض کنیم، وقتی که مغزمون، دانشمون، فرهنگمون هنوز به اونجا نرسیده. چرا جایی مثل دبی مثال زده شد؟ چرا دبی یکی از مزخرف‌ترین شهرهای دنیاست؟ مگر دبی پول نداشته؟ مگر دبی تحت تحریم بوده؟ پول داشته، نفت داشته، نمیدونم بهترین مشاورا در اختیارش بودن، تحریم هم نبوده. اما توی یه بازه نمیدونم 10 ساله 15 ساله تبدیل شده به یه کلان شهر. مشکل آب داره، مشکل آلودگی هوا داره، مشکل ترافیک داره. چرا؟ چرا؟ چون فرهنگ توسعه یافتگی اونجا نبوده. ما به عرب ها خیلی انتقاد میکنیم، پولدارهای نفهم میگیم، خیلی هم توهین‌آمیزه که اشتباهه. ولی کجا ما چه فرقی میکنیم؟ ما چه فرقی میکنیم؟ فقط ما دو تا ادعای دیگه هم داریم که تحریم و همه دنیا میخوان ما رو بزنن و به خاطر همین این اتفاقات میفته. بنزینمون اگه بده، اینمون بده، اینمون بده. نه، ما همین جامعه ایم. پدیده ما یک پدیده اجتماعی است. فردا ما توی سازمان محیط زیست روز هوای پاک رو داریم، همایش هوای پاک رو داریم و شعارمون، حرفمون هم اینه که قانون هوای پاک باید اجرا بشه. اگر قانون هوای پاک اجرا بشه، مشکل آلودگی هوای کلان شهرها حل میشه. چند درصد افرادی که اینجا هستن باور دارن که توی بازه 5 ساله ما میتوانیم مشکل آلودگی کلان شهرها رو حل کنیم؟ اگر باور نداریم، چرا نداریم؟ چون میدونیم که برای اینکه مشکل آلودگی هوای شهر تهران و سایر شهرها حل بشه، نیاز داریم که 16 تا 17 تا 18 تا دستگاه بیان با همدیگه کار کنن. مایی که نمیتونیم یه دونه مجلس اینجوری رو بگردونیم، چجوری میتونیم انتظار داشته باشیم که 17-18 تا دستگاه، وقتی پول نیست، وقتی که فساد وجود داره، وقتی که هزار تا ارتباط خارج از کار وجود داره، وقتی منافع شخصی وجود داره، بتوانیم کاری بکنیم؟ توسعه شهری هم همینه. توسعه نمیدونم شهرهای پایدار هم همینه. این که فقط بیایم بگیم نمیدونم دیوکسید کربنمون رو کم میکنیم، اینجوری میکنیم، اونجوری میکنیم، نمیشه. شما میخوای دوچرخه سواری کنی، چجوری میخوای دوچرخه سواری کنی وقتی قوانین هنوز داری که دست و پاگیره، وقتی که لاین نداری، لین نداری، خط نداری که بذاری افراد دوچرخه سواری بکنن، تامین جانیشون بکنی، وقتی که هنوز هزار تا مشکل. ما تو همین کشوری داریم زندگی میکنیم، تو زیر آلودگی هوا داریم میمیریم، بعد قانون میگذرونیم که مالیات نمیدونم ماشین‌های هیبریدی باید افزایش پیدا بکنن. اینا به چی ربط داره؟ اینا به بیشعوری ربط داره، به فساد ربط داره، سوالهای شما به بیسوادی ربط داره، به عدم هماهنگی ربط داره، به همه اینها ربط داره. چون نمیخواهیم مسئولیت پذیر باشیم. اگر ما میگیم نمیدونم پسمان شهر پایدار، چرا اینجا بطری آبه، بطری پلاستیکی آبه؟ تو همه شهرداریام هست، تو همه ادارات دولتی هم هست. مگر ما مدعی نیستیم که شهر پایدار شهری است که باید زباله تولید نکنه، زباله تولید پسماندشو بیاره پایین؟ جلوی هممون هست، ایمان نمیدونم یه بار مصرف هم هست، هممون هم داریم استفاده میکنیم. چرا؟ چون باور نمیکنیم که خودمان تأثیر گذاریم. حالا اینو از بالا بیا تا پایین، همه مردم ما هم باور دارند که نمیتوانند اثرگذار باشند. احترام نمیذاریم به حریم دیگران، احترام نمیذاریم به دیگران. من الان دارم صحبت میکنم، 4 نفر تو ردیف اول نشستن بلند بلند دارن صحبت میکنه. اینها میشه بی احترامی، اینها میشه رفتارهایی که باعث میشه مجموع جامعه ما از رسیدن به یک هدف باز بمونه. حرفای قلمبه و سلمبه زدن و خوشگل زدن خیلی آسونه. نماینده مجلس قانون میگذرونه، نماینده مجلس حرف میزنه، اما دو تا قانونی که میگذرونه نگاه کنی با همدیگه تناقض داره، چون به خاطر اینکه اهداف کوتاه مدتش ارجحیت داره به اهداف بلند مدتش. همین رو ببرین تو شورا، همین رو ببرین تو دولت، همین رو ببرین تو هر نهاد. همه ما مسئولیم. مردم ما باور ندارن که میتوانن مؤثر باشند. دولت ما هم نتوانسته این رو به مردم بفهماند که خرابکاری ها مال ما، مال دولت. ما تا اینجا رسوندیم، وضعیت محیط زیست و شهر ما اینه، کشور ما اینه. ما نمیتوانیم به تنهایی، دولت نمیتواند به تنهایی. همه بودجه رو بذارید در اختیارش، هر چقدر دلتون میخواد پول بدیم به سازمان محیط زیست، نمیتواند بدون مشارکت مردم مشکلات محیط زیستی کشور رو حل بکنه.
مشکلات محیط زیستی کشور به هیچ وجه، نه شهرداری، نه نمیدونم سازمان حفاظت محیط زیست، نه هر وزارتخانه، این هیچ کسی نمیتواند مشکلات محیط زیستی ما رو حل کنه. مشکلات شهر، شهر یک مجموعه، یک سیستمی، گفتن سیستمی از پیچیدگی است. سیستم های پیچیدگی چه المان هایی توشون دارن؟ زیر سیستم های زیادی دارن. این سیستم ها با هم دیگه تناقض دارن، دینامیک و پویا هستن. عدم قطعیت توشون خیلی زیاده. رفتارهای غیر قابل پیش بینی دارن. برای هدایت یک مجموعه ای که مثل چرخنده، مثل ساعت کار میکنه، ما نمیتوانیم روی یک چرخنده تمرکز کنیم و نمیتوانیم با این بهانه که خب منم بکنم دیگران نمیکنن، به این شرایط ادامه بدیم و به این وضعیت دامن بزنیم. من خواهشم اینه، التماسم اینه که بیایم بگیم خودمون چی کار میکنیم. من که مدعیم که در برای آب دنیا زحمت میکشم، وقتی دوش میگیرم تو خونم چند دقیقه زیر دوش هستم. منی که مدعی هستم در سازمان حفاظت محیط زیست هستم، وضعیت پسماند خونم چه شکلیه. ما اگر هر ارگانی اگر مدعی حرف میزنه، از همون ارگان توی خود ارگانش رو نگاه کنین. نیازم نیست بیاد مشکلات مملکت رو حل کنه، نیاز نیست بیاد هماهنگ بشه با همه دستگاه‌ها. نگاه کنید تو خود اون مجموعه‌ای که مدعی میخواد بیاد کمک کنه چیکار کنه، اونجا چی هست، ما چیکار کردیم، عملکرد ما، رفتارهای ما، این چرا عوض نمیشه. به خاطر اینکه نمیخواد بفهمیم که این پدیده یک پدیده فرهنگی است، این پدیده یک پدیده اجتماعی است. توسعه یافتگی به پول نیست، توسعه یافتگی به مدرک نیست، توسعه یافتگی به نحوه تفکر ماست، اینکه چگونه فکر میکنیم در مورد شهر. بله، بقیه تئوری‌ها رو همتون بلدین. جمعیت شهری ما 70% شهرها رو به توسعه هستن. جمعیت نمیدونم شهری ما در کلان شهرهای ما متمرکز شده اند و برای همین ما چالش‌های زیادی داریم. اما چگونه میتونیم آمایش سرزمین رو در کشور حاکم کنیم؟ چجوری میتونیم جمعیت رو باز توزیع بکنیم؟ چگونه میتونیم این کارها رو انجام بدیم؟ مگر من در سازمان محیط زیست تصمیم گیرنده هستم که جمعیت کجا ساکن باشه؟ مگر آب و فاضلاب استان تهران یا آب منطقه نمیدونم تهران میتواند تصمیم بگیرد که چقدر در شهر تهران آب میخورند و چقدر به آب نیازه؟ مگر اینها رو یک دستگاه میتواند تصمیم گیری کند؟ خب حرف خوب زدن که خیلی آسونه. بیایم بگیم خودمون چیکار کردیم، خودمون تو نهاد خودمون چیکار کردیم، نه اینکه تو سطح شهر، تو نهاد، تو ساختمون. من از سازمان حفاظت محیط زیست میام، جز معدود افرادی هستم که چراغ روشن نمیکنه تا 5-6 بعد از ظهر. هر کی میاد تو اتاق من فکر کنه که من تنبل بودم چراغ روشن نکردم، چراغ روشن میکنم. سازمان حفاظت محیط زیست وقتی به فکر رفتارهای خودش نیست، وقتی نمیپذیره که مسئول باشه، چگونه میتواند کشور رو اداره کنه؟ شهرداری همینطور، همه نهادها همینطور. از خودمون شروع کنیم. ممنون. آقای دکتر سزاوارید به این همه تصویر. خیلی خوشحالم از این همه جرأت، جسارت و این همه خرد. مطمئنم اقبال این روزهای کشورمون هم حضور کسانی چون جناب آقای دکتر مدنی هست. مطمئن هستم از بودن در کشور خسته خواهید شد، اما لطف کنید بر ما منت بگذارید و بمونید توی این کشور که اگر شبیه شما شاید 10-20 نفر توی هر شهری بشن باشن، اوضاعمون از این خیلی خیلی بهتر میشه. بله، یه بار دیگه تشویقتون کنید.